سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. همه در انتظار دیدن نتیجه ساخت و ساز امارت بسیار بزرگ و مجلل کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی در لیسبون هستند. سوبوسلای در لایپزیگ دوران درخشان را گذراند و حالا به لیورپول آمده است. او قدرت و تکنیک خوب دارد و به عقیده مربی سابقش همانند ایلینگ هالند است. خیلی از فوتبالیست هایی که در منچستر بازی کردند سرمایه هنگفت جمع آوری کردند و حتی پوگبا که از این شهر رفته هم اندوخته های زیاد دارد. قبل از این که بریم به مشروع خبرها، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک بسازید. ساخت و ساز امارت بزرگ رونالدو که به او و جورجینیو رودریگز همسرش تعلق دارد بیش از 3 سال طول کشیده و برای حداقل 1 سال دیگر هم ادامه خواهد داشت. گفته می شود ساخت این امارت 33 میلیون یورو هزینه در بر داشته و طولانی شدن این روند باعث شده که همسایه های آنها کم از این موضوع عصبانی شوند و منتظر پایان هر چه زودتر و دیدن نتیجه کار باشند. ویدیویی که ماه گذشته منتشر شد نشان میداد که هنوز باید کارهای زیاده برای آماده شدن این ویلا انجام شود. ویلایی که افراد محلی به شوخی و مسخره از آن به عنوان اهرم فرعون رونالدو نام میبرند. با دلیل محبوبیت خاصی که این بازیکن در بین تمام مردم دنیا از آن برخوردار است، بسیاری از رسانه‌های محلی و همچنین افرادی که در یوتیوب تولید محتوا می‌کنند، توضیحات بسیار درباره این ویلا منتشر کردند و این یعنی تمامی مردم پرتغال از محل دقیقان خبر دارند. انتظار می‌رود که پس از بازنشستگی رونالدو او به همراه خانواده‌اش نیم از وقتش را در شهر مادرید و نیم دیگر را در این ویلا در لیسبون سپری کند. با این حال همسایه‌ها شرایط سخت را سپری می‌کنند. یکی از آنها به خبرنگاران گفته است: آنها 3 سال است که در حال ساخت و ساز هستند. این خانه به حد بزرگ است که شبیه به بیمارستان به نظر می رسد. خیابان ما ماها بسته و حیات من پر از خاک شده بود. همه این اتفاقات به خاطر اهرم فرعون رونالدو است. پیش بینی شده بود که این پروژه حدود 12 میلیون یورو برای این ستاره پرتغالی هزینه به دنبال داشته باشد، اما به 20 میلیون یورو افزایش پیدا کرد و حالا به 33 میلیون یورو رسیده است. باشگاه گلف که در کنار این امارت بود باید جمع می شد و همین هزینه را بیشتر کرد. شایعات مبنی بر این که به گوش می رسید که رونالدو تلاش کرد این باشگاه گلف را بخرد تا امنیت بیشتر در خانه‌اش داشته باشد، اما پیشنهادش رد شد. این امارات قرار است گران قیمت ترین ملک در پرتغال باشد و گفته می شود که استخر شیشه‌ای بزرگ به همراه اتاق خواب 300 متر مربعی در آن تبیه شده است. علاوه بر چند خانه دیگر در پرتغال، رونالدو ویلای بزرگ و مجلل در تورین دارد که از زمان حضورش در یوونتوس به یادگار مانده است. او همچنین امارات 5.6 میلیون یورویی در نزدیکی مادرید دارد. لیورپول خرید 60 میلیون پوندی هاوک مجارستانی یعنی دومینیک سوبوسلای از لایپزیگ را تکمیل کرده است. این بازیکن 22 ساله که کاپیتان کشورش است میتواند در بخش هاوک مرکزی بازی کند، اما بیشتر وقت خود را در بوندسلیگا در جنوا سپری کرده است. او در فصل گذشته بوندسلیگا 6 گل و 8 پاس گل به ثبت رساند و یکی از مربیان سابقش او را به اندازه ایلینگ هالند با استعداد دانست. آرون آرانیفسی روزنامه‌نگار مجارستانی گفت: من واقعا از دیدن او در آنجا هیجان زده هستم. او برای یورگن کلوپ بازیکن بزرگ به نظر می‌رسد. او انرژی خوب دارد و پرتلاش است و می توانم ببینم که با توپگیری هایش محمد صلاح را به خوبی تغذیه می کند. او به خط هافبک جان تازه می بخشد. می تواند توپ را حمل کند و همچنین با استانداردهای بالا و خونسردی توپ را بین بازیکنان پخش کند. به نظر من این مسائل او را به یک بازیکن خوب تبدیل می کند، به خصوص با قدرت تصمیم گیری و آگاهی تاکتیکیش. لیورپول ممکن است تصمیم بگیرد که در خط هافبک با سوبوسلای بازی کند، اما از آنجایی که فصل گذشته در جناح راست سپری کرد، مقایسه عمری او با مهاجمان سرخ آسان‌تر است. از بین این مهاجمان تنها محمد صلاح در فصل گذشته مجموع گل‌ها و پاس گل‌های بیشتر نسبت به سوبوسلای در لیگ داشت، اما بازیکن مجارستانی بیشتر از بقیه بازی کرد. با در نظر گرفتن زمان بازی، سوبوسلای تنها هر 175 دقیقه یک گل یا پاس گل می‌دهد که این میزان بسیار کمتر از صلاح، داروین نونیز، دیگو جوتا، کودی کاکپو یا لوئیس دیاز در فصل گذشته است. این با تفاوت در سبک بازی و تاکتیک‌ها هم برمی‌گردد. سوبوسلای لمس کمتر در محوطه جریمه داشت، اما بیش از هر کدام از آنها موقعیت ایجاد کرد. آرنویسی گفت: او بازیکن خلاق است، بسیار تکنیکی است، اما این بدن معنا نیست که از تکل زدن میترسد. او سخت کار میکند، در بازی ها زیاد میدود، به خصوص بدون مالکیت تو. از این نظر فکر میکنم او بازیکن بزرگ برای کلوب خواهد بود. او در بازی کردن با دیگران شوزنی و پاس گل های کلیدی خوب است. به همین دلیل است که او بسیار تهدید کننده است. او در هر سه موقعیت عالی است، بنابراین هرگز نمیداند که کدام پوزیشن را انتخاب میکند. او اغلب در بال چپ مورد استفاده قرار میگرفت، اما همچنین توانایی بازی به عنوان شماره 8 یا 10 را دارد. از نظر تاکتیکی بازیکن بسیار بالغ و آگاه است. این بازیکن 185 سانتی دو پا همچنین متخصص ضربات اسکاهی و کاپر است. آرنیوسی گفت: جالب است ببینیم که با وجود ترنت الکساندر آرنولد و دومینیک چه کسی ضربات اسکاهی و کارنر را خواهد زد. او خودخواه نیست، اما از شوت زدن آبایی ندارد. او تحت فشار رشد میکند، بنابراین در مسابقات مهم برای ضربه شروع مجدد پا پیش میگذارد. سوبوسلای که در 32 بازی 7 گل ملی به ثمر رساند تا به امروز دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه‌های ردبال سالزبورگ گذراند. او قبل از پیوستن به لایپزیگ در جنوری 2021 در 125 بازی برای سالزبورگ و تیم ذخیره دستوم آنها لیفرینگ 42 گل به ثمر رساند و 45 پاس گل داد.
معصومیت باعث شد که تا فصل بعدی اولین بازی خود را در لایپزیگ انجام ندهد و در هر دو فصل 20 گل به ثمر رساند. از جمله گل دوم در فینال جام حذفی آلمان امسال که مقابل اینتراخت فرانکفورت به ثمر رسید و آنها را با نتیجه 2-0 شکست داد. جیسی مارش سرمربی سابق لیز، مربی سوبوسلای در سالزبورگ و لایپزیگ و مربی ایرلینگ هالند در سالزبورگ بود. طبق گزارشات وبسایت رسمی بوندسلیگا مارش قبلا درباره سوبوسلای گفته بود: از نظر استعداد بازیکنان بهتر زیاد وجود دارند که بتوانند در پست او بازی کنند. برخی قوی هستند، برخی تکنیکی هستند، برخی از نظر تاکتیکی خوب هستند و برخی میتوانند خوب دفاع کنند یا زیاد بدوند. با این حال دومینیک خاص از زیر او تمام این مهارت‌ها را در کنار هم دارد. دومینیک به اندازه ایرلینگ هالند با استعداد است. در دو فصل کامل حضورش در بوندسلیگا تنها 4 بازیکن در هر 90 دقیقه بیشتر از میانگین 2.5 سوبوسلای فرصت ایجاد کردند. فصل گذشته تنها 3 بازیکن در بازی باز از جمله زدن ضربه نهایی نسبت به امتیاز 163 سوبوسلای موقعیت ایجاد کردند. یاشوا کیمی، جمال موسیلا و جود بلینگام. فقط لوریس سانه بازیکن بایرن مونیخ شوت‌های بیشتر نسبت به 36 سوت سوبوسلای از بیرون محوطه جریمه داشت. آرنویسی ادامه داد: سوبوسلای بسیار مصمم و با اعتماد به نفس است که گاهی اوقات به نظر می‌رسد مغرور از خود راضی است، اما اینطور نیست. او در طول جلسات تمرینی بسیار سخت کار می‌کند. واقعاً رقابتی است و عاشق چالش‌ها است و از رویارویی با حریفان سرسخت نمی‌ترسد. گویا در ماموریت است. به نظر می‌رسد فوتبالیست‌های منچستر در رویکرد زیرکانه خود برای سرمایه‌گذاری متحد هستند. جان استونز برنده سگانی سیتی یک اندوخته 15 میلیون پوندی در شرکت حقوق تصویری خود جمع‌آوری کرده که شامل سرمایه‌گذاری املاک است که در یک سال 1.5 میلیون پوند افزایش یافته است. ثروت این بازیکن 29 ساله همچنان بیشتر خواهد شد، زیرا این ارقام شامل درآمدهای فصل حیرت انگیز 2022-2023 نمی‌شود، فصلی که پپ گواردیولا او را با یک مدافع و هافبک ترکیبی تبدیل کرد و برنده سگانه شد. پول نقد و حقوق تصویر از پرداخت‌هایی است که استونز از سیتی برای استفاده از تصویر و نام خود برای اهداف اسپانسری و تبلیغات دریافت می‌کند. میکاری چهار ستاره سابق سیتی که با دلیل مهارت‌های کارشناسانه اش در اکثر استگاه‌های تلویزیونی و رادیویی در سراسر بریتانیا نام شناخته شده است، 10 میلیون پوند در املاک و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اندوخته است. بر اساس پرونده‌هایی که این هفته منتشر شد، مدافع سابق منچستر سیتی چندین سرمایه‌گذاری تجاری در حال اجرا دارد. در همین حال دو ستاره قدیمی اولترافورد که انتظار می‌رود تابستان باشگاه را ترک کند، با توجه به اندوخته‌هایشان برای روز مبادا به خیال راحت از این باشگاه جدا می‌شود. آنتونی مارشال یونایتد 8 میلیون پوند در شرکت حقوقی تصویری خود یعنی AM9 اسپورتس که در سال 2015 تأسیس شد ذخیره کرده است، همان سالی که به اوترافورد آمد. فیل جونز مدافع نیز قرار است پس از 12 سال یونایتد را ترک کند و با وجود اینکه به ندرت در 3 سال گذشته به دلیل مصدومیت‌های مکرر به میدان رفته بود، موفق شد 4.3 میلیون پوند از حقوق تصویری خود جمع کند. میلی پوش سابق انگلیس هنوز برنامه‌های آینده خود را اعلام نکرده است. در همین حال پوگبا ستاره سابق یونایتد که تابستان گذشته برای دومین بار باشگاه را ترک کرد، یک شرکت حقوق تصویری در بریتانیا را با سرمایه‌گذاری 5 میلیون پوندی از جمله 2.5 میلیون پوند به صورت نقد حفظ کرد. ثروتمندترین محصول سابق آکادمی منچستر یونایتد دیوید دکام است که طبق آخرین فهرست ثروتمندهای ساندی تایمز، دارایی او از 400 میلیون پوند در سال 2022 به 425 میلیون پوند در سال 2023 افزایش یافت. و ثروتمندترین بازیکن سابق یونایتد در مجموع کریستیانو رونالدو است که انتقال او به النصر عربستان سعودی با دستمزد هنگفت همراه است و گزارش شده که با دارایی و پول نقد 800 میلیون پوندی به خاورمیانه رفته است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.